مهمان ناخونده برات اومد و وقت نداری که براش غذا درست کنی؟ اب نداره، بیا این غذای مجلسی و خیلی خوش رنگ و لعاب و بهت یاد بدم که 10 دقیقه آماده میشه و بعدش بذارش توی فر و برو به بقیه کارات برس. سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش باشید. دیدید بعضی وقتا مهمون سرزده برات میاد یا یکی زنگ میزنه میگه میخوام میام خونت، ولی میبینی وقتی نمونده که بخوای براش غذای مجلسی خوشمزه درست کنی هیچ ایرادی نداره. بیا من امروز به هدیه غذای خیلی خیلی خوشمزه و شیک و مجلسی یاد میدم که هم سریه و هم دهن پر کن. بریم با هم دیگه آموزشش رو ببینیم. برای شروع ما نیاز داریم به سیب زمینی، پیاز، سیر و فلفل که باید اینا رو کوچ بگیریم و حلقه حلقه کنیم. من توی این غذا میخوام از سس چیلی استفاده کنم. این سس طعمش رو خیلی عالی میکنه. اگر طرفدار تونی هستین حتما استفاده کنید. اگر نه میتونید طعمش رو با یه چیزی که سبکتره جایگزین بکنید. ابتدای کار پوست سیب زمینی ها رو میگیریم. سیب زمینی رو بعد ورقه ای کنیم و بعد بشوییم و آبکش کنیم. سیب زمینی همونو حلقه ای کردیم و حالا نوبت پیازه. الان نوبت سیرمونه. سیرا رو هم از پیلش جدا کنید و پوست روش رو بگیرید. فلفلامونو داریم. شما میتونید از هر نوع فلفلی که در دسترس دارین استفاده بکنید. من چون که غذا اون سسی که میخوام توش استفاده بکنم خیلی تنده، دیگه فلفلامو فلفل تند انتخاب نکردم. جعفری ها رو یک کوچولو ساتوری کنین. نیاز نیست خیلی ریز باشه. سیرا رو هم به دلخواه میتونید هم اسلایس اسلایس کنید، میتونید هم به همین صورت کامل بذارید. سیب زمینی همونو با یه مقدار از همون سس چیلی، یه مقدار نمک و روغن زیتون بهتون گفتم میتونید اگر ذائقه تون ندارید و دوست ندارید، به جای اینکه از این سس چیلی استفاده بکنید از مخلوط فلفل پاپریکا و سیاه استفاده کنید. من یه مقدارم فلفل سیاه آسیاب میکنم روی سیب زمینی ها برای خوش طعم‌تر شدنش. چون که ما به مرغمون سس میزنیم و اینا هم لایه های زیری هستن، نیاز نیست که خیلی سس مالی بشن. سیب زمینی آماده است. میریم که سسمون رو درست کنیم. برای درست کردن سسمون ما به تقریبا 2/3 فنجون روغن زیتون، 1 فنجون شیر و تقریبا 3 قاشق غذاخوری از این فلفلای چیلی که گفتم اگر دوست نداشتید یا مقدارش کمتر کنید یا به جاش پاپریکا استفاده کنید. یک قاشق سرپر رب گوجه، این ادویه ها پودر پیاز، پاپریکا، فلفل سیاه، آبیشن و نمک. حتما از پودر پیاز استفاده کنید. کاملا میکس میکنیم تا رب گوجهمون با بقیه مواد میکس و یه دست بشه. سسمون آماده است.
سینی فرو میاریم، کاغذ روغنی میذاریم داخلش و لایه های پیاز رو زیر میچینیم. من برای این میزان که دو تا پیاز بود و دو تا سیب زمینی بود تقریبا 3 تا 4 تا مغز روم گذاشتم. حالا شما خودتون میتونید مقدارها رو مقایسه کنید و کم زیاد کنید. پیازها رو چیدیم، نوبت میرسه به سیب زمینی ها. مغز رومون هم از قبل شستیم و با یه مقدار نمک گذاشتیم تا بمونه. به این صورت میچینیم روی سطح سیب زمینی ها. مرغا رو کامل به سس آغشته میکنیم، حتی میتونیم برگردونیم که این برشونم قشنگ سسی بشه و دوباره حالا فلفلامونو میچینیم. سیرایی که اسلایس اسلایس کردیم و همچنین جعفریامون که عطر خوبی بده به این غذا. خام روی سطح مرغاتون رو دوباره روغن زیتون بزنید. و دوستای گلم، من میخوام برای اینجای کار یه ادویه خیلی مخصوص که در واقع فرانسویه و حالا برخی هم میگن کاناداییه، چیزی نیست جز ادویه کاجون، کجون یا جاجون توی ترکیه بهش میگن، که ترکیبی از میخک و پاپریکا و یه سری ادویه های دیگه است که برای غذاهای گوشتی عطر و طعم فوق‌العاده‌ای داره. حتما از این ادویه توی غذاهای گوشتیتون استفاده بکنید و متوجه تفاوت طعم بشید. آماده است، به مدت 40 دقیقه توی دمای 200 درجه میذاریم توی فر. شما این جلیز بلیزاشو ببین. به به، من که منتظرم بپز و سروش کنم. خب بچه ها، غذای ما آماده شد. من براتون سروش کردم به این صورت. نگم براتون از عطر و بویی که داره رنگا رو ببینید. به خاطر اون سوسی که بهش زدیم چقدر خوش رنگ و چقدر هم مطمئنن لذیذ شده. حالا الان با هم دیگه تستش میکنیم. وای ببینید خوب پخته و خیلی هم آبدار پخته. من برای این اینو دوست دارم چون خیلی آبدار میپزه و خشک نمیشه به خاطر اون سوسی که داره. پیازاشو ببین، من عاشق پیاز اینجوریم. از سیب زمینیاش که نگم براتون دیگه، خودتون دارید رنگ و لعابشو میبینید. پلو بردارم و همچین لقمه گرفتم درست حسابی. جاتون خالی. وای وای، عالیه، بی‌تعارف عالیه. همونجوری که خدمتتون گفتم بسیار بسیار خوشمزه شد و فوق‌العاده و مهمتر از همه شیک و مجلسی برای پذیرایی از مهمونای عزیزتون. اگه خوشتون اومد حتما برای دوستای دیگه‌تون بفرستید و با لایک و کامنت مثل همیشه حمایت کنید. تا ویدیو آشپزی بعدی، خدا نگهدار.